پرچم ملی دو کشور در دو قاب بزرگ در کنار یکدیگر در صحنه محل سخنرانی خودنمایی می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خود را با تایید این نکته آغاز کرد که سراسر تاریخ مناسبات دو کشور با مشکلات سیاسی و اقتصادی همراه بوده، اما مایل است دیدارش از این کشور کمونیستی را با یک پیام صلح به پایان ببرد. Havana is only 90 miles from Florida. هاوانا تنها 145 کیلومتر تا آمریکا فاصله دارد، اما ما برای اینکه به اینجا برسیم باید راه درازی را می‌پیمودیم و موانع تاریخی و ایدئولوژیک، درد و رنج جدایی‌های زیادی را پشت سر می‌گذاشتیم. آقای اوباما اذعان داشت که اختلافات میان دو کشور واقعی و بزرگ است، اما معتقد است دو طرف در یک اقدام تاریخی با عادی‌سازی مناسبات خود می‌توانند به جلو حرکت کنند. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. برای دفن آخرین بقایای جنگ سرد در قاره آمریکا و دست دوستی دراز کردن به سوی مردم کوبا به اینجا آمدند. آقای اوباما بار دیگر بر لزوم لغو تحریم‌های اقتصادی چند دهه‌ای کوبا تاکید کرد و گفت این تحریم‌ها چیزی به جز یک کوله‌بار کهنه و قدیمی بر دوش مردم کوبا نیست. It's time to lift the embargo. وقت آن است که تحریم‌ها برداشته شوند. رئیس جمهوری آمریکا از سوی دیگر به دولت کوبا به خاطر سرکوب ناراضیان و دیگراندیشان کشور شدیداً تاخت و گفت حتی با لغو تحریم‌ها مردم کوبا بدون انجام اصلاحات دموکراتیک قادر به استفاده از تمامی استعدادها و توانایی‌های خود نخواهند بود. آقای اوباما امروز با شرکت در مسابقه بیسبال، ورزش محبوب مردم کوبا، و تماشای رقابت دو تیم عمده بیسبال کوبا و آمریکا به دیدار سه روزه خود از کوبا پایان می‌دهد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.